در سری برنامه‌های نون و نمک شما رو می‌بریم دیدن ایرانی‌های مهاجر در گوشه و کنار دنیا تا ببینیم تا چه حد به غذای ملیشون وفادار موندن و البته یه ناخونکی هم به سفره کشور میزبان می‌زنیم. درود و هلو. اینجا لندنه، شهری که 2000 سال پیش رومی ها بنیاد کردن و 400 سال پیش یه نونوایی سوزوندش. بریتانیا کشور ماهی و سیب زمینی سرخ کرده است و کیک دلقلبه. این هفته میریم به رستوران ایرانی که غذاهاشو با به طبع غیر ایرانی ها میپزه. پیتزای سبز ایرانی رو مزه میکنیم و به راز خوشمزگی گوشت های بریتانیایی پی میبریم. لندن پایتخت بریتانیا حدود 8 میلیون نفر جمعیت داره، اونم فقط در محدوده مرکزیش. جذابیت‌های توریستیش تو دنیا معروفه و هر سال 25 میلیون نفر رو به این شهر می‌کشونه. لندن شهریه که مزه‌های متنوع کشورهای مختلف رو میشه توش چشید و البته از غذاهای سنتی بریتانیا هم غافل نموند. بستنی قیفی انگلیسی شکلات دار، خب بهش میگن 99، یعنی زمان 99 پنس بوده، الان 1.50 است. رفت آمد تو لندن گرونه ولی هر وسیله براش مهیاست. مترو، اتوبوس‌های دو طبقه قرمز و تاکسی‌های سیاه معروفش که همه جا تو شهر میشه دیدشون. با این حال کم پیش میاد که یه راننده ایرانی به تور آدم بخوره. علی که از شب تا دم صبح تاکسی سیاه میرونه، 35 سال پیش به بریتانیا مهاجرت کرده و تمام خیابونا و رستوران‌های لندن رو فوت آبه. چی شد که اصلا اومدین انگلیس؟ برای تحصیل اومدم. چی می‌خواستین بخونی؟ راه ساختمان خوندم. خب راهش که درست ساختمونش مونده. بله، ساختمون. یا خونده تموم شد یا نشد؟ بله، تموم شد. پس تو کار نگرفتی؟ نه، این تاکسی رو زمان دانشجویی شروع کردم. بعد هر موقع که یه کار مثبتی انجام نمیدم میام اینجا. آها، کمک کرد یعنی؟ بله. ولی راننده تاکسی شان تو لندن خیلی مشکله. بله، هر کی راننده تاکسی اینجا برابر لیسانسه. یعنی شما وقتی که مدرک تاکسی رو اینجا میگیرین برابر با لیسانس بعد امتحان بدین؟ بله، 4-5 سال طول میکشه تا امتحان. چی میخونین تو این دوره؟ گردخواهی راهشناسی. نه اینکه چی میخورین، چی میخورین؟ تمام خیابونا رو باید یاد بگیریم، ساختمونا رو یاد بگیریم. تمام رستوران ها، کلاب ها، جاهای اداره جات، همین رو باید تو خاطرتون باشه. اولین بقاله ایرانی تو لندن قبل از انقلاب تو خیابون عیون نشین و شیک کنزینگتون باز شد. اینجا طعم و بوی میوه ها و خوراکی های ایرانی تو هوا پراکنده است و البته سرنگ پرچم ایران همیشه جلوشون چراغونی شده. لندن و خوراک فروشی های ایرانیش، اگه میخوام بدونم ایرانی ها اینجا چی میخورن، چی میخرن، چی میخونن، چی گوش میدن و کجا میرن، بعد حتما بیاین توی خوراک فروشی ها به پوسترها نیا کنین، به مواد غذاییش نیا کنین و بعد اینجا جلوی خوراک فروشی ایرانی هستم که 30 سال دست به دست گشته تا به الان به اینجا رسیده. آقا دورو مخلصم، خوب هستیم؟ خوب هستیم، بریم تو. بابا ما از مرز روزنامه و مجله میگذاریم. بعض عربیجات، آبنار و گلاب و نسترن و ترگل و نقل ایرانی و آجیری ها دیگه. این که ایرانی ها رو مدت ها به خاطر این میشناختن، پسته شون خارج از کشور. اینه مال ایران واقعا؟ بله. یعنی از ایران بو میدن میفرستن اینجا بو اینجا بو میدن؟ همش از ایران میاد اینجا بو میدن و الان ایرانی ها رو به نام قرمه سبزی میشناسن خارجی ها. آها، پس ما این خور مرغوب تر شده جنسمون. من میگم که اینجا لواشک قطابا چی؟ قطابا مال ایرانه؟ قطابا مال ایرانه. این از ایران با هواپیما اومده.
ببینی. اوه چقدر سیدی و دیویدی آقا. از ایران و از امریکا و ایرانی ها بیشتر فیلم های ایرانی ساخت ایران دوست دارن. بله. چرا؟ بله. به خاطر اینکه بوی وطن میده، توی وطن بازی شده، جاهای مختلف وطن رو نشون میده. تخته هم هست و بله شمدونی. چرا همه رو با هم قاطی یه جا؟ اینجا اسمش رو گذاشتیم یه هنرکده، چیزای ایرانی، قشنگ، تخته نر، باش تخته بازی میکنن، ضرب. این یعنی هر محتاج ایرانی بوده الان توی همین زیر زمین میشه؟ توی مغازه هستش. قسمت فرهنگیش البته. خب مغازه اینجاست. من آچن دعوا نمی‌کنیم ما رو. نه اینجا مغازه ایرانیه. شما میتونید چیکار کنید برای امتحان 10 تا شو بخرید. جدی میگی؟ برای امتحان. یعنی مثل مغازه خارجی میگن دست نزن. نه نه اینجا مغازه ایرانیه. شما اجازه دارید هر کاری دلت بخواد بکنید. اونم مغازه هر ایرانی است. مال آقا رضاست که از مغازه قدیمی لندن هستیم. بله ما کلی از شما میوه قاپیدیم. بله. یه مقدارش پولشو دادیم البته. من که یادم نمیاد. خاربار فروشی رضا از معدود مغازه های ایرانیه که شیرینی پزی هم داره. آره از این رولت هایی که ما داریم، رولت خامه ای ها، اینا خود درست میکنیم؟ اینجا اون پشت دیگه تا این پشت کارگاه داریم، ما تمام شیرینی ها این که همه اینجا درست میشه. داریش که داره رولت خامه درست میکنه، از بچگی شیرینی پزی یاد گرفته و هر روز مسافت زیادی رو با دوچرخه میاد اینجا که این شیرینی ها رو درست کنه. 31 سالشه و 6 ساله که به قول خودش به دنبال زندگی بهتر به بریتانیا اومده. آقا واقعا بعد با هم دیگه دو ترکه بریم آقا دو شرخطا، اینکه من حسابی باید بسوزنم. آقا بریم که داشته باشی. بزن به سلامتی، بزن قدش. قربان خودت. من آخرین باری که اینو خوردم تولد 11 سالگیم تو ایران بود. الان 50 60 سال. الان 50 60. آمار خیلی دقیقی از جمعیت ایرانی بریتانیا وجود نداره. گفته میشه که تعدادشون در لندن 70,000 نفر و در کل بریتانیا حدود 100,000 نفره. به همین خاطرم رستوران‌های ایرانی تو لندن خیلی زیاده. ایرانی هم سوار میکنی؟ بله زیاد. از کجا میفهمی ایرانی؟ از سیبیلتون یا لهجه‌تون؟ از خب مسلمان هم از سیبیل هم از لهجه. مردم تو بریتانیا معمولا برای نهار یه غذای سبک و فوری میخورن و وعده غذایی اصلیشون شامه. از ساعت 7:30 شب رستوران ها کم کم شروع میشه و تا ساعت 9 دیگه همه جا پره پره، مخصوصا آخر هفته وسط شهر سوزن بندازی پایین نمیاد. رستوران های ایرانی هم بیشتر شبای آخر هفته شروع میشن. عمدتا هم غذای سنتی ایرانی، یعنی انواع کباب و خورش ها رو دارن. مشتری رستوران های ایرانی بیشتر خود ایرانی ها و البته ملیت های دیگه که با ایرانی ها ارتباط دارن. مرکز شهر لندن هستیم، جایی که چندین خیابون با هم میخوره. پیکادری رو وصل میکنه به لستر اسکوئر، وصل میکنه به کاون گاردن. یک جایی که بیشترین رستوران های لندن هستش. رستوران مکزیکی، ایتالیایی، هندی، چینی و حتی انگلیسی و ایرانی. یکی از رستوران‌های ایرانی که بیشتر غیر ایرانی‌ها مشتریش هستن، سیمرغه. این رستوران رو فرهاد کمتر از 10 سال پیش راه انداخت که قبل از این یه رستوران گیاهخواری در حومه لندن داشت. چیزی که نون و نمک فرهاد رو از رستوران‌های دیگه ایرانی جدا می‌کنه، غذاهای دورگه انگلیسی ایرانیشه. اونم اسمای عجیبی دارن، مثل ببر خلیج فارس، ماهی سلمان رشتی و خورشت مرغ و موز. آشپزخونه اینجاست. سرش به مخلصم خود بزنیم به چوب تخته. اینجا آشپزخونه است پس. بله. سکان فرماندهی دست شماست یا دست بچه‌هاست اونجا هستن. اینجا همه مون کشتی رو راه می‌بره. همه ناخدا. همه ناخدا. آقا دم دادم منیوتون اسم عجیب غریب بود، ماهی افلاطونی. یعنی آدم میره تو عالم هپروت اینجا. آره دیگه ماهی پلنگ خلیج فارسی. ماهی افلاطونی یکی از غذاهای خیلی قدیمی ایرانه. و ولی ما یه سری نوآوری‌های جدید کردیم برای ایرانی‌ها و همچنین برای مسجد دهن مزه خارجی ها. یه چیز دیگه هم که بعدم میاد درست کنیم، شما کباب داریم با سس گوجه فرنگی. خیانت نیست به نه خیانت نیست، چون ما دیگه سعی کردیم با زمان حرکت کنیم. ما اینجا مشتریمون 95% به بالاش خارجی هم و گاهن میذاریم گریل گوجه کبابی رو میذاریم، اینا نمیدونم چطور بخورن. خب ما بعد از مدل دیگه به این نتیجه رسیدیم ما بهتر این گوجه رو براشون مهیا کنیم که
یک سوم جمعیت لندن رو مهاجرا تشکیل میدن. فرهنگ چند ملیتی لندن و تنوع قومیش به نوعی بازتاب دوره امپراتوری بریتانیاست که قرن 19 هم تو اوجش بود. در نتیجه مردمش با غذاهای کشورهای مختلف آشنان. شاید باورتون نشه که الان مثلا غذای ملی بریتانیا رو میگن که خورشت کاریه. موج مهاجرت نیروی کار از کشورهای مستعمره و همینطور مهاجرت از کشورهای دیگه در قرن 20 باعث شد که تنوع غذایی اینجا بیشتر و بیشتر بشه. از کبابای سنتی گرفته تا پیتزا که اتفاقا ایرانی ها از مشتری پروپا قرصش هستن، چه در خوردنش و چه در پختنش. خیلی از پیتزای لندن دست ایرانی هاست. این تاپس پیتزا هم که 30 تا شعبه تو لندن مالی ایرانیه، اینجا همه ایرانی کار میکنن، چه وحید که برای اون پیتزا قراره بزنه، چه موتور سواری که پیتزا رو میبره. وحید جان خوبی؟ آقا یه پیتزای قرمه سبزی مدل وحید میکنه، بریم بزنیم با هم. وحید 5 سال تو پیتزایی کار میکنه، برای همین به این قشنگی میتونه خمیر پیتزا رو هوا بچرخونه. ازش خواستم که پیتزای قرمه سبزی برام درست کنه، البته مدل وحیدیش، که غیر از قرمه سبزی که از کنسرو اومده و سس گوجه فرنگی و پنیر پیتزا، فلفل سبز دلمه هم روش میریزه و فلفل تند مکزیکی. تا پیتزا آماده میشه میریم سراغ یک از بچه ها. امیر خب مثلا که تو کار پیتزا خبره یا اینکه خبره که والا 4-5 سال کار کردم، بعد کار اصلی من حقیقت میوزیشن میوزیک کار میکنم. آه. ولی تو رستوران ها میزنی؟ میزنم میخونم واسه امید خواننده که از آمریکا اومد، واسه کیبورد زدم اینجا روی استیج. ولی واسه کار روز، واسه لیوینگ، واسه به هر حال پول تو جیبی گاهی موقع شیفت پیتزایی میدم، چون این کارو دوست دارم. برای میخواستی چی کاره بشی اصلا؟ برای چه نیتی اومده بودی؟ به نیتی اومدم که زندگیمو جمع کنم دیگه، یه جورایی کار موسیقی بیشتر بری؟ بیشتر که موزیک سرتیفیکیت، یعنی به اصطلاح همون مدرک موزیکمو بگیرم که گرفتم، بعد بتونم توی مدرسه هست کنم کینگ ادوارد اسکول به اصطلاح موسیقی تدریس کنم که اونم انجام دادم. تو این فرصت پیتزای قرمه سبزی هم تو آتیش تنور برشته شد. چون عجیبه که زیاد به نظر غیرعادی نمیاد، نه جور شده ما را بیشتر مزه خودت قرمه سبزی میده، هم قرمه سبزی هم پیتزا خیلی عجیبه. من فکرم خیلی مزهش تناقض داشته باشه. برای اینکه قضیه اصلی انگلیسی گیرمون بیاد، تنها راهش اینه که از لندن بزنیم بیرون، بریم به یکی از شهرهای ساحلی، شهری که از قدیم تفریحگاه تابستونی مردم بریتانیا بوده. شهر اسکاربرا در شمال منطقه یورکشایر واقع شده. یه شهر بندریه که ماهیگیری داره و اطرافش هم پر از مزرعه است. شهری که زمستونا توش پرنده پر نمیزنه و تابستونا پر از توریست میشه. اسکاربرا نمونه شهر ساحلی انگلیسی. اولا ساحل شنیه، خود شهرش هم صخره‌ایه و بالای صخره‌ش هم یه قلعه قدیمیه. یه جاده ساحلی داره پر از چیزای دیدنی و خوردنی، یه فانوس دریایی، شهر بازی و هزار سال پیش وایکینگ‌ها از این دریا با کشتی‌هاشون اومدن و این شهر رو ساختن. تو اسکاربرا از صبح میتونی هلهوله بخوری تا آخر شب. یه بستنی فروشی معروف کنار آب داره که 50 سال دست نخورده. اونجا بستنی لیوانی درست میکنن که مخصوص شهرهای ساحلی بریتانیا است. اسمش هست نیکرباکر گلوری، یعنی افتخار شلوار لوله تفنگی. داستانش تونانی میره 80 سال پیش آمریکا بیخیال. این بستنی لیوانی شامل شربت، کمپوت نارنجی و هلو، آب میوه، بستنی و ویفره. هر کی میاد اسکاربرا باید حتما یه نیش به این بستنی بزنه و یعنی سیاحتش باطل میشه. با این قاشق بستنی رو میخوری و با این نی شربت و مربا این ته رو. عجب مخلوطی معجونی. اسکاربرا 3 تا بندر اصلی داره که قدیما کشتی‌های تجاری براش سر و دست میشکستن. فکر میکردم الان قراره یک عالمه کشتی ماهیگیری ببینم، اما بندرها سوت و کور بود. شغل ماهیگیری روز به روز سخت‌تر میشه.
و کار به جایی رسیده که خیلی ها ماهیگیری رو ول کردن و رفتن. این قایق کوچیک ماهیگیری انگلیسی که اینجا لنگر انداخته، این قایقا یه روز میرن توی دریا و برمیگردن. قایقای بزرگتر یک هفته میرن و صید میکنن میان. ولی همونجوری که میبینین اسکله خالیه تقریبا. قبلا اینجا 40 تا کشتی بوده، ولی به تدریج به خاطر اینکه محدودتر کردن صید ماهی رو در کشورهای اروپایی، تعدادشون به 4-5 تا بیشتر نمیرسه. البته نصفشون توی دریا هم. اغلب روزهای هفته کشتی ها ماهی های تازه رو برای فروش میارن اینجا. محبوب ترین ماهی برای انگلیسی ها ماهی کاده که شبیه ماهی آزاده. اما با سیستم سهمیه بندی که اتحادیه اروپا تعیین کرده، مقدار ماهی که میشه صید کرد و فروخت محدود شده. حراج ماهی ادامه داره، ساعت 7:30 شروع کردن حراج رو. هر قایقی که میاد ماهی خوش تو جعبه‌های مختلف میذاره با اسم خود قایق روش. بعد تا چند کیلو هستن روش میرسن، اینجا 15 کیلوه. وقتی حراجمه کسی که میخره کارتش میندازه روش، الان هم دارن میبرن تو مغازه بفروشن. حراج هنوز ادامه داره. 120 تا چه اندازه شما میتونید اینجا ماهیگیری کنید؟ هر سال اتحادیه اروپا برای بریتانیا سهمیه صید ماهی تعیین می‌کنه. این سهمیه بین قایق‌های ماهیگیری تقسیم میشه. مشکل اصلی ما در این منطقه اینه که ماهی‌های بسیار مختلفی به تور می‌افتند و ماهیگیرا اگه مثلا ماهی کات کم داشته باشن، اگه سهمیه ماهیگیریشون تموم شده باشه، باید اونهایی رو که گرفتن همونطور مرده برگردونن به آب. فیش اند چیپس یعنی همون ماهی و سیب زمینی سرخ کرده، غذای سنتی انگلیسی هست و ماهی که برش استفاده میکنن همون ماهی کاد معروفه. و حالا تو این رستوران خانوادگی فیش اند چیپس انگلیسی بخوریم. اولا سیب زمینی رو انگلیسی ها با سرکه میخورن و نمک، و ماهیشون هم که الان سرخ کردن و ماهیش هم همین امروز از همون حراجی اسکله خریدن رو میتونم. واقعا محشره. و این هم ماشیپی یا پوره نخود سبزه که به عنوان سبزیجات با این ماهی میخورن. سیب زمینی سرخ کرده انگلیسی شهره آفاقه به خاطر قطرش و نوع پختش. تو آشپزخونه هم دیگه کسی نمیشینه سیب زمینی ها رو پوست بکنه. این روزا با دستگاه این کار انجام میدن. بعد هم میرزنشون توی روغن داغ. فیله ماهی رو اول توی آرد برنج میغلطونیم، بعد میزنیمش توی این مایه مخصوص که توش آرد، آب، نمک و یه چاشنی مخصوص رستوران ما، بعد سرخش میکنیم. تو سکاربرا کمتر پیش میاد غیر انگلیسی ببینی. خب طبیعتاً رستوران غیر انگلیسی هم همینطور. اگر هم هست، معمولاً مزه غذا رو معتدل تر کردن که به ذائقه مردم منطقه خوش بیاد. اما وسوسه خوردن غذای وطنی ولم نکرد. رفتم به تنها رستوران ایرانی شهر. محسن جان چرا اومدی این شهر که شاید دور افتاده ای ساحلی هم هست؟ حقیقتاً دوستای خیلی خوبی داشتم قدیمی اینجا که سالها میشناختمشون و اینا منو به قول معروف دعوت کردن که در کنارشون باشم. این رستوران پرژن کاتچی که اینجا وای کردین خب یه پستی بلندی هایی داشته دیگه، چی بوده اینا؟ وقتی که انگلیسی میخون پرژین، اولین سوالی که براش پیش میامد که پرژین کجا؟ کدوم؟ چی؟ بعد میگفتم پرژین ایرانی. بعد میگفتش که ایران کجا هست؟ کدوم آره کجا هست؟ اصلا ایران کجاست؟ مخصوصا نسل جدیدشون اصلا راجع به ایران چیزی نمیدونن. فقط ایران متاسفانه یه جوری دیگه تو ذهن. و پس برام خیلی سخت غذا رو بهشون معرفی کردن. چطوری بهشون خورش و پلو میدین؟ خب حقیقتا وقتی که میان دوست دارن که ما بهشون معرفی کنیم غذا رو، مخصوصا کسایی که بار اولشونه، ما خودمون معرفی میکنیم غذا رو و بهشون میگیم مثلا
چی دوست دارن از نظر کلن ویجیتری مزهی چی دوست دارن و اینا، مخصوصا کبابامونو خیلی دوست دارن، کوبیدمونو چلو کباب خودمونو اینا رو خیلی دوست دارن و بیشتر به طرف اونا کشیده میشن. غذای ایرانی رو چطوری بهشون نشون میدین سر میز میذارین که خوششون بیاد؟ با سالاد و با تزیین چیزای مثل، چون سالاد اینا کلن دوست دارن. چراغونش نمیکنین؟ والا چرا چراغونی بستگی داره دیگه، اگر ببینیم خب با شب من بغلش چراغونی میکنیم برمیداریم بیاریم رومانتیک بشه. پرژن کاتج برای جلب مشتری حتی نون سیر هم درست میکنه، همون نون تافتونه که روش روغن سیر میزنن و یکم ریحان روش میذارن. این یکی از پیشغذای محبوب مشتریای انگلیسیه. مشتری های ایرانی هم که کلن از وجود این رستوران خیلی راضی هم. توی شهر ساحلی کوشیه یه رستوران ایرانی باز شده، پرژن کاتج، این چه اهمیتی برای شما ایرانی اینجا داشته؟ خب قاعدتا خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما غذاهایی که مثل کبابای ایرانی رو خودمون تو خونه نمیتونیم درست بکنیم. از نظر اینم که مثلا اگه میخوام ایرانی ها همه دور هم جمع بشیم، یه محیط خب ایرانی هستش، همه میایم مهمونیامون اینجا میگیریم، غذامون رو اینجا میخوریم، خب یاد ایران ما رو میندازه. خیلی خیلی هستش که شهر به این کوچیکی که هیچی مثلا ایرانی وجود نداره به اون صورت، خب یه همچین هوایی داشته باشیم، بیایم اینجا دور هم جمع بشیم، حرف بزنیم و احساس بکنیم عین کشور خودمونه دیگه، فرقی نداره. ببینم که خانواده شما انگلیسی ایرانی هستین دیگه، بچه‌هام دورگی انگلیسی ایرانی هستن، ولی فارسی هم بلد نیستن. من چطوری شما فرهنگ ایرانی حفظ کردید؟ متأسفانه بلد نیستن، ولی از نظر فرهنگ غذایی خیلی غنی هستن. به خاطر اینکه ما سعی کردیم غذای ایرانی رو تو خونه بپزیم یا رستوران ایرانی که میاییم، بچه‌ها این مسئله رو خوب قشنگ میدونن در مورد غذای ایرانی، فرهنگ غذای ایرانی خوب گرفتن. یعنی طریق فرهنگ غذا بچه‌ها رو ایرانی گردشی تو جمعه ممکنه از نظر زبان فارسی نتونستیم، ولی از نظر غذا تونستیم. گوشت بریتانیایی یکی از بهترین گوشت‌های دنیا شناخته میشه به خاطر مزه و جنسش. در سالهای اخیر دامدارها از دامداری مدرن و سنتی دست کشیدن و برگشتن به روش‌های دامداری سنتیشون. گوساله‌ها رو توی تبیره شیر میدیم، 4 هفته بیشتر نیست عمرشون. قبلش اومدن انگشتا رو میکس کردن، فکر کردن که سینه مادرشونه. اما جالبه که کلهای خیلی داغی دارن، دست میزنن خیلی نرمه. اوکی تموم شد. میگن حالا این گوشتا مزه قدیمو میده. شما از گاوا و گوسفند چطوری تو این دامداری نگهداری میکنین که تاثیر میذاره تو مزه گوشت و نوع گوشت؟ من فکر میکنم اونا همشون تو هوای آزاد هستن، نه مریضی هست و نه چیز دیگه. در بعضی کشورهای دیگه اونا گاوا رو همیشه تو محیطای بسته نگه میدارن. مال ما بیرون هستن مگر وقتی که هوا بارونی باشه یا سرد باشه. اونا همه از غذاهای طبیعی تغذیه میکنن. یعنی واقعا رو مزه گوش میتونه تاثیر داشته باشه؟ بله دقیقاً، این باعث میشه که طعم گوشتشون بهتر بشه چون اونا به تدریج روش میکنن. یکی از غذاهای سنتی و اصیل انگلیسی از همین منطقه میاد، با گوشت گاو درستش میکنن، روست بیف، و با این نون مخصوصی که شبیه شیرینی دانمارکیه ولی خب شوره، اونو میخورن، یعنی یورکشایر پودینگ. معمولا یک شنبه برای نهار این غذا رو درست میکنن. یه غذای دیگه ای که انگلیسی ها خیلی دوست دارن استیک اند کیدنی پایه. یه چیز شبیه به کیکه، یعنی خمیر دورشه و توش گوشت گاو و کلیه هست. یه چیز شبیه به کیک در و قلوه میشه با سس غلیظ گوشت. انگلیسی‌ها معروفن که هم خونسردن هم غذاشون بی‌مزه است، ولی تو این سفر به من خلافش ثابت شد. تازه تو اسکاربرا کنار ساحل فهمیدم که چقدر هم دررحمن. وقتی خواستم خر سواری کنم دیدم که خرا هم وقت نهار دارن هم تعطیلی آخر هفته. این خرهای خوشبختی که اینجا کنار ساحل می‌بینین همشون اس دارن و اسمشون رو پیشونیشون زدن. این سامسونه،
این پدیه، این جوزفه، اینم فاجه و هر چهارتاشو با من علاقه پیدا کردن، دارن به طرف من میان، شکن لیست زدن، زین شدن و آماده سواری. کنار ساحل این خرار رو کرایه میدن که بچه ها روشون بشینن، فقط هم باید زیر 16 سال باشن یا زیر 50 کیلو، یعنی شهرداری اینجا قانون گوشه که سلامت این خرار در خطر نیفته. حتی وزن زیناشون هم حساب کردن. پدی 20 سالشه، واسه همین حرف گوش میکنم، میبینیم میکشمش میاد. این یکی سامسون 9 سالشه، دائما داره بازیگوشی میکنه. بی دیگه بابا، فارسی بلد نیستم، مشکل همینه. بیا، کامان.